بازدید آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا از محل سقوط هواپیمای آلمانی در جنوب فرانسه عملیات تجسس در منطقه ادامه دارد جستجوها برای پیدا کردن اجساد مسافران هواپیمای سقوط کرده شرکت جرمن وینگز از ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه در جنوب فرانسه آغاز شد نیروهای امدادی در منطقه کوهستانی به ارتفاع 2000 متر از سطح دریا در حال پیدا کردن بقایای قربانیان این حادثه هستند. در همین حال برنات کازنو وزیر کشور فرانسه گفت جعبه سیاه پیدا شده این هواپیما به شدت آسیب دیده اما به گفته ای او همچنان قابل استفاده است او همچنین گفت این جعبه مربوط به ضبط مکالمات داخل هواپیما بوده است پیش از این وزارت کشور فرانسه اعلام کرده بود یک جعبه از دو جبه سیاه هواپیما را پیدا کرده است این مقام دولت فرانسه گفت تیم تحقیقات هیچ گزینه ای را به عنوان عامل احتمالی سقوط هواپیما نادیده نخواهد گرفت اما به گفته او دلیلی برای تروریستی دانستن این حادثه وجود ندارد اکثر 140 مسافر این هواپیما شهروندان آلمان و اسپانیا بودند. قرار بود فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا به منظور انجام دیدار رسمی با مقامات فرانسه روز سهشنبه 24 مارس وارد فرانسه شود. به دنبال سقوط هواپیمای ایرباس، پادشاه اسپانیا سفر خود به فرانسه را لغو کرد. در همین حال سه روز عزای ملی در این کشور اعلام شد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا به همراه فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز در محل جان باختن قربانیان حضور پیدا کردند هواپیمای ایرباس 320 سقوط کرده متعلق به شرکت آلمانی جرمن وینگز از بارسلون اسپانیا در حال پرواز به دوسلدورف در آلمان بود. این هواپیما 144 مسافر، دو خلبان و چهار خدمه پروازی داشت و طبق گزارش ها تمام مسافران و خدمه آن کشته شدند. علت سقوط هنوز معلوم نیست و هواپیما در طول 8 دقیقه که به سرعت به سمت زمین میرفت هیچ پیام خطری نفرستاده است. به گفته مقامات شرکت جرمن من وینگز، تماس هواپیما با برج مخابرات فرانسه در ساعت 10:53 دقیقه به وقت محلی در ارتفاع حدود 2000 متری قطع شد. بیشتر مسافران این هواپیما شهروندان اسپانیا و آلمان بودند. دو نوزاد و 16 دانش آموز یک مدرسه آلمانی که در حال بازگشت از سفر بودند در این هواپیما حضور داشتند. بروس رابین یک دادستان اهل مارسه که با هلیکوپتر از محل حادثه دیدن کرده به رویترز گفته هواپیما طوری ویران شده که حتی یک قطعه سالم از بال یا بدنه باقی نمانده به گزارش خبرگزاری آساشیتت پریس، فرانک والتر مایر وزیر خارجه آلمان که طی پروازی شاهد محل سقوط بوده آن را تصویری هولناک خوانده است. مقام های هوانوردی فرانسه گفتند این هواپیما در 100 کیلومتری شهر نیس سقوط کرده است. شرکت ایرباس در وبسایت خود نوشته هر دو و نیم ثانیه یک فروند هواپیمای ایرباس A320 ای این شرکت یا در حال پرواز است یا در حال فرود. این نوع هواپیماها در بسیار از خطوط هوایی دنیا به کار گرفته می شوند خبرنگاران میگویند شرکت هواپیمایی جرمن وینز سابقه هیچ سانحه هوایی ندارد و متوسط عمر هواپیمای این شرکت 9 سال است اما هواپیمای سقوط کرده از 24 سال پیش پرواز میکرد منابع خبری به نقل از مقام های یمنی امروز چهارشنبه خبر دادند با آن نزدیکتر شدن نیروهای حوسی شیعه مذهب به شهر عدن در جنوب یمن عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور ناچار شده از محل اقامت خود بگریزد خبرگزاری فرانسه گزارش میدهد که رئیس جمهوری یمن به همراه های سعودی با هلیکوپتر از کاخ موقت ریاست جمهوری در عدن گریخته است خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده که فرار رئیس جمهوری از اقامتگاهش ساعتی پس از تسخیر یک پایگاه هوایی در نزدیکی عدن توسط حوسی ها اتفاق افتاده است یک مقام ارتش یمن نیز روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصرف پایگاه هوایی یاد شده توسط حوسی را تأیید کرد پایگاه هوایی انت که بزرگترین پایگاه هوایی یمن است در 60 کیلومتری شهر بندری عدن قرار دارد این پایگاه چند روز پیش از این توسط نیروهای ارتش آمریکا تخلیه شده بود به نوشته اسوشیتد پرس پایگاه هوایی عند از نقاط بسیار مهم در جنگ های آمریکایی علیه القاعده در منطقه بود اما پس از که نیروهای القاعده به تازگی شهری در نزدیکی این پایگاه را تصرف کردند آمریکا صد سرباز خود را از این پایگاه تخلیه کرد و نیروهای بریتانیایی نیز پایگاه عند را ترک کردند دولت یمن از همپیمانان آمریکا در نبرد طولانی مدت پهپادهای آمریکایی علیه گروه القاعده در خاک یمن است عبد رب منصور هادی ضمن متهم کردن شورشیان شیعه مذهب به وارد کردن ایدئولوژی از تهران تاکید کرده بود که با آنچه نفوذ ایران نامیده مبارزه خواهد کرد ایران همچنان مداخله در امور داخلی یمن را تکذیب می کند. پیشروی های مورد حمایت ایران به بندر عدن همینک آنها را به تنگه استراتژیک بابل محل عبور کشمی های نفتکش بسیار نزدیک کرده است در همین حال خبرگزاری رویترز از قول مقام های ایالات متحده گزارش داده است که عربستان سعودی که نگران پیشروی حوسی هاست قصد دارد به مرز خود با یمن جنگ افزار سنگین از جمله توبخانه بفرستد برخی اخبار تایید نشده حاکی از استقرار نیروهای عربستان سعودی در این مرز است با افزایش نقل و انتقالات نظامی عربستان سعودی در مرز یمن خطر گسترش جنگ داخلی در یمن و آغاز مداخله بین المللی در این کشور به اوج رسیده است ریاض یاسین وزیر خارجه یمن روز گذشته از کشورهای عرب خلیج فارس خواست تا جلوی پیشروی حوثی ها را بگیرند سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز گذشته در یک کنفرانس خبری با فیلیپ هاموند همتای بریتانیایی خود گفت که عربستان با هر گونه مداخله ایران در امور یمن مخالفت خواهد کرد همزمان در تهران نمایندگان مجلس ایران از جمله اسماعیل کوسری منصور حقیقتپور و سید حسین نقبی با زخمی هایی که از یمن به ایران منتقل شده اند ملاقات کردند جمهوری اسلامی ایران تا کنون 24 تن دارو را همراه با یک تیم پزشکی متخصص شش نفره به یمن ارسال کرده که بر اساس صلاح دید این گروه 52 نفر از مجروحان حادثه تروریستی روز جمعه برای مداوا به بیمارستان بقیت الله تهران منتقل شدند. در روزهای گذشته با وجود سکوت نسبی ناشی از تعطیلات نوروزی، منتقدان سیاسی در ایران لحن انتقادهای خود از حکومت را تندتر کردند. صادق زیبا کلام در نامهای به سخنگوی وزارت امور خارجه از برخورد غیرواقع بینانه دولت روحانی با گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. خشایار دیهیمی نویسنده و مترجم منتقد در نوشته‌ای در فیسبوک به شدت از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است و علی متحری در ضرورت حق انتقاد از ولی فقیه سخن گفته است. در این میان عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی نیز استراتژی شرکت اصلاح تلبان را برشمرده است. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در نامه سرگشاده خطاب به مرزیه افخم در فیسبوک خود پاسخ وی به گزارش احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را شگفت انگیز و تأسف آور خوانده است. آقای زیبا کلام نوشته است آیا نفس اینکه کشورهای دیگر مورد انتقاد قرار نمیگیرند به نظر جناب عالی نقض حقوق بشر در ایران را توجیه می کند؟ وی ادامه داده سرکار بانو افخم هیچ کشوری نمیتواند با توجیهات سیاسی، انقلابی و ایدئولوژیک از زیر بار مسئولیت رعایت حقوق مدنی شهروندانش شانه خالی کند. در نامه فیسبوکی دیگر خشایار دیهیمی نویسنده و مترجم شناخته شده ی حوزه فلسفه سیاسی در ایران در نامه کوتاه اما شدید و لحن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مورد خطاب قرار داده و نوشته که اون نباید آمال هفتاد میلیون نفر را به پای غرور و کینتوزی شخصیش قربانی کند. آقای دهیمی که از جمله روشنفکران اصلاح طلب و میان روی ایران به شمار می رود در این نامه سرگشاده که آن را مساف مستقیم سخن آخر نام نهاده نوشته است آقای خامنه ای دیگر نمی توانم شاهد بدبختی مردم به خاطر هوا و هوس تو باشم من برانداز نیستم تو براندازی تو نوکری من آزادم مزدورانت را بفرست زیر شکنجه می میرم اگر قانون سرت می شود من تو را به محکمه می خانم. در واکنشی دیگر به تحولات سیاسی در پایان سال گذشته عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی در مصاحبه‌ای ای با ویژنامه نوروزی روزنامه شرق روی کرده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس امسال را تشریح کرده است. آقای نوری گفته است محور رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان همکاری میان خود و رقابت با سایرین است اما در شرایط خاص اصلاح طلبان می توانند با جریان های سیاسی دیگری که مسائل کشور را بر مصالح فردی و گروهی رجحان می دهند برای خروج از مشکلات و مقابله با افراطی و خطرهایی که کشور را تهدید می کند با حفظ اصول و در چارچوب ضرورت های ملی همکاری کنند. 85 تشکل مدنی سندیکایی و حقوق بشری سوریه در بیانیه انتقادی اعتراض خودشون رو نسبت به بیتوجهی جامعه جهانی در مورد بحران سوریه اعلام کردن این بیانیه که توسط طیف وسیع از فعالین حقوق بشر سوری فعالین مدنی و اجتماعی اعضای سندیکای کارگری و حتی برخی فعالین کرد امضا شده بر این نکته تاکید داره که جامعه جهانی و کشورهای غربی اولویت اصلی که خود مردم سوریه هستن رو رها کردن و تمام تمرکزشون رو بر روی مبارزه با گروه های افراتی گذاشتن در واقع از لحن امضا کنندگان این بیانیه اینطور میشه استنباط کرد که بی توجهی جامعه جهانی به بحران سوریه کاسه صبر همه فعالین مدنی رو لبریز کرده در این بیانیه به این موضوع اشاره میشه که ریشه بسیاری از بحران های ایجاد شده در سوریه نه فقط گروه های افراطی بلکه رژیم اسد هستش امضا کنندگان بیانیه در حالی که موافق حساسیت و تمرکز جامعه جهانی بر مقولاتی چون تروریسم و گروه های افراطی هستند اما این نکته رو هم گوش زد که یکی از عوامل اصلی رشد و گسترش تروریسم در سوریه رژیم اسد و اقدامات ضد مردمی اون هستش به عنوان نمونه بیانیه به این موضوع اشاره میکنه که میان فقر و رشد افرادگرایی در سوریه رابطه مستقیمی برقرار هست چرا که وقتی رژیم اسد با بشگاه انفجاری شهرها و سکونتگاه ها رو ویران میکنه از دل این ویرانی ها و فقر نهایتا تروریسم و افراد گرایی هم رشد میکنه به همین دلیل تشکل های مدنی و حقوق بشری امضا کننده این بیانیه به جامعه جهانی توصیه میکنم برای پایان دادن به بحران سوریه دو اقدام همزمان لازم هستش نخواستن که جامعه جهانی به رژیم اسد فشار بیاره تا این بمباران ها رو قطع کنه و در مرحله بعد تلاش بشه گفتگوها میانه گروه های درگیر در سوریه آغاز بشه امزاکنندگان این بیانیه انجام این دو اقدام رو خارج از توان خودشون ذکر میکنن و از جامعه جهانی درخواست میکنن در این زمینه پیش قدم بشه واقعیت این هستش که همانطور که در این بیانیه هم اشاره شده بسیاری از کشورهای جهان به صورت محسوسی سعی کردن خودشون رو از بحران سوریه دور نگه دارن این مسئله رو حتی میشه در سیزدهمین گزارش ماهانه دبیر کل سازمان ملل متحد هم دید که روز دوشنبه همین هفته منتشر شده با اینکه در تازه ترین گزارش ماهیانش در مورد سوریه به سراحت اشاره میکنه که بخش عمده توجه جامعه جهانی صرف مبارزه با گروه های تروریستی مانند داعش و تأمین امنیت منطقه و مسائلی از این قبیل شده در حالی که خود مردم سوریه در این میان فراموش شدند. بر روی حقیقت این استش که این فراموشی یا بیتوجهی جامعه جهانی نه تنها در مورد حل مسائل سیاسی سوریه بلکه حتی در مورد یاری های انسانی و امدادی به مردم سوریه هم به وضوح دیده میشه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته برای گفتگو درباره مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران تشکیل جلسه داد. در جلسه دیروز کشورهای عمده غربی که در جریان مذاکرات گروه پنج با علاوه یک با ایران حضور دارند، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت پیشرفت در مذاکرات میان قدرت و ایران کافی نبوده است و اگر ایران واقعا میخواهد اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند باید تصمیم های سخت لازم را بگیرد فرانسوا دلاتره سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد همچنین گفت ما مصمم هستیم به یک توافق محکم دست یابیم که امکان تایید صلحآمیز بودن اهداف برنامه اتمی ایران در دراز مدت را تضمین کند نماینده بریتانیا هم گفت ایران باید انعطاف پذیری بیشتری نشان داد پیتر ویلسون گفت ایران در روزهای آینده باید تصمیم های سختی بگیرد دیوید پرسمن معاون فرستادی آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفت هنوز شکاف های قابل توجهی باقی است و تصمیم های سختی هست که باید در این مذاکرات گرفته شود ما میکوشیم تا ببینیم آیا می‌توانیم تا پایان ماه مارس به یک چارچوب سیاسی که عناصر اصلی یک توافق جامع را تأمین می دست یابیم ویتالی چورکین سفیر فرانسه در سازمان ملل هم در جلسه شورای امنیت گفت مسکو همچنان هرچه در توان دارد برای یافتن یک راه حل جامع و نهایی برای مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران و رفع تحریم های این کشور که در قصنامه های شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده انجام می دهد. جمهوری اسلامی ایران همکنون بر اساس توافق مقدماتی ژنو که در پاییز 2013 به دست آمد در حال مذاکره با گروه پنج به علاوه یک است. دو طرف در هفته های اخیر از پیشرفت های واقعی صحبت کردند که امیدها به حصول توافق را افزایش داده است. اما گزارش ها به نقل از منابع دیپلماتیک حاکی است که چند اختلاف عمده میان دو طرف همچنان باقی است. به گزارش خبرگزاری رویترز مقام های غربی میگویند که یکی از این اختلاف ها درخواست ایران برای آزادی از هر گونه محدودیتی در زمینه تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای های پیشرفته است که اورانیوم را غنی می کند. مسئله دیگر به تحریم ها مربوط می شود. ایران می خواهد که کلیه تحریم های سازمان ملل بلافاصله پس از رسیدن به توافق لغو شود. ایران همچنین خواهان لغو فوری بیشتر تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است. یک دیپلمات غربی اخیرا به خبرگزاری فرانسه گفته است ایران میگوید لغو فوری قطنامه های سازمان ملل معامله را جوش خواهد داد اما این دیپلمات گفت اصلا امکان ندارد که ما در این زمینه کوتاه بیاییم گفته می شود که در میان کشورهای غربی فرانسه به شدت با لغو فوری تحریم شورای امنیت مخالف است. شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 به بعد در ارتباط با برنامه اتمی ایران چند قطنامه علیه این کشور صادر کرد. این قطنامه ها عمدتا بر جلوگیری از دسترسی ایران به مواد و فناوری های قابل استفاده در برنامه اتمی و موشکی تمرکز داشته است. تحریم های شورای امنیت به گزندگی تحریم های مستقل آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران نبوده اما بر گزارش های آژانس بین انرژی اتمی استوار است که میگوید نمیتواند ثابت کند برنامه اتمی ایران صرفا های صلح‌آمیز دارد بنابراین لغو آنها به گزارش های تازه آژانس بستگی خواهد داشت یوکیو آمانو مدیر آژانس بین انرژی اتمی روز دوشنبه گفت تحقیقات این سازمان در مورد جنبه های نظامی برنامه اتمی ایران پیشرفت محدودی داشته است. مذاکرات ایران و گروه پنج بعلاوه یک از روز جمعه گذشته برای یک هفته معلق شده اما در ادامه هفته جاری در سوئیس از سر گرفته خواهد شد. در پی توقف عملیات آزادسازی تکریت در عراق اکنون خبر از آغاز همکاری نظامی آمریکا برای به نتیجه رساندن عملیات آزادسازی تکریت از دست داعش میرسد مقامهای آمریکایی گفتند که دولت عراق فهمیده است که کمک ایران برای بازپسگیری تکریت کافی نیست رسانه ها از قول مقامهای آمریکایی گویند ایالات متحده برای بازپسگیری کنترل تکریت از گروه حکومت اسلامی انجام حملات هوایی را در نظر خواهد گرفت همزمان گزارشهایی نیز میگویند در حال حاضر واشنگتن به نیروهای وابسته به دولت اطلاعات هوایی میدهد روزنامه بالستری جورنال روز چهارم فروردین از قول مقام های آمریکایی میگوید آنها اطلاعات هوایی در اختیار نیروهای در حال نبرد علیه شبه حکومت اسلامی در تکرید قرار میدهند گروه بزرگی از حاضران در عملیات تکرید گروه های شبه نظامی شیعن که بنابرای گزارش از حمایت ایران برخوردار هستند. البته مقام های نظامی که با والستری جورنال صحبت کردند گفتند همکاری مستقیمی با ایران انجام نمی شود. به این ترتیب مقام های نظامی آمریکایی همکاری نظامی غیر مستقیم با ایران را تایید کردند. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی روز پنجم فروردین خبر داده است که مقام های ایالات متحده در حال سبک و سنگین کردن گزینه انجام حملات هوایی در تکریت هستند و چنین این حملات احتمالی ممکن است طی روزهای آینده انجام شود یک مقام رسمی آمریکایی به این خبرگزاری گفته است مقام های ارشد دلهار رایزنی برای انجام چنین حملاتی طی روزها یا هفته آینده هستند همین خبرگزاری نیز میگوید نیروهای اطلاف به رهبری آمریکا از 21 ماه مارس برابر با اول فروردین پوشش اطلاعاتی هوایی در اختیار نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران قرار دادند. وارستیل جورنال از قول پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده نقل کرده است که نبردها در تکریت با مانع برخورد کردند در حالی که سطح شبه نظامی حکومت اسلامی بخش بزرگی از تکریت را هنوز در کنترل دارند آمریکا بر پایه درخواست دولت عراق تصاویر هوایی شهر را در اختیار نیروهای وابسته به دولت مرکزی قرار می دهد. خبرگزاری فرانسه در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی گفته بود ارتش عراق خواستار پشتیبانی هوایی نیروهای اعتلاف شده است. وزارت دفاع آمریکا پیشتر اعلام کرده بود دولت عراق هیچ درخواستی برای حمایت هوایی نیروهای اعتلاف در عملیات تکریت ارائه نکرده است. در این حال هادی آمری فرمانده شبه نظامیان نزدیک به ایران در گروه بسیج مردمی دوم فروردین ماه گفته بود آنها نیازی به کمک آمریکا ندارند از سوی دیگر وارستیل جورنال از قول یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است شبه نظامیان شیعه به طور مستقل کار خود را دنبال می کنند و موفق نبودند آنها هفته هاست موفقیتی به دست نیاوردند و من فکر می کنم دولت عراق در نهایت متوجه شده که کمک ایران برای بازپسگیری تکرید کافی نیست سرهنگ استیون وارن سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفته است واشنگتن هنوز درخواستی رسمی از بغداد برای نیروی هوایی در اطراف تکریت دریافت نکرده است و اگر چنین چیزی ارائه شود آمریکا آن را مد نظر قرار میدهد سرهنگ وارن گفته است عملیات تکریت اخیرا به وضوح پیشرفتی نکرده است به گفته این مقام وزارت دفاع ایالات متحده مشکلات موجود در نبردهای شهری دلیل اصلی ایجاد مانع بوده است